آیا واقعا قراره امشب اسرائیل به ایران حمله بکنه و قرار جنگی بین ایران و اسرائیل و کشورهای منطقه اتفاق بیفته؟ با ما همراه باشید، یه مرور این داستان رو انجام میدیم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. خب جدا از شادی گروهی از مردم ایران در چند روز اخیر به واسطه حملات ایران به اسرائیل، خیلی از مردم هم نگران وقوع جنگ هستند و با صف کشیدن جلوی پمپ بنزین ها و خرید از سوپرمارکت ها خودشون رو برای وقوع جنگ احتمالی و کمیاب شدن اقلام ضروری آماده کردن و خیلی ها هم پیشبینی وسیع‌تری داشتن و با اینکه تازه ابتدای هفته است، عده زیادی سعی در خروج از تهران و شهرهای بزرگ داشتن که همین مورد موجب ترافیک سنگین در محورهای خروجی تهران و شهرهای دیگه شده بود. اما رسانه‌های داخلی و مقامات رسمی نظامی و سیاسی ایران طی 24 ساعت گذشته به صورت شفاف گفتن که از نظر ما کار تموم شده و قرار نیست جنگی اتفاق بیفته. حتی پروازهای فرودگاه‌های اصلی ایران مثل فرودگاه امام خمینی و فرودگاه مهرآباد هم تقریبا یک روز بودش که کاملا تعطیل شده بود، ولی از امروز صبح دوباره از سرگیری شد. از نظر مسئولین قطعا خطر حمله وجود داره. البته مقامات ایران گفتن که اگه اسرائیل واکنش جدیدی نشون نده ما اقدام جدیدی انجام نخواهیم داد، ولی هر پاسخ اسرائیل با پاسخ تندتر ما همراه بود خواهد بود. ما هدفمون انتقام از اسرائیل برای حملات اخیرش به سفارت ایران در سوریه بود که این کار رو به اون شکلی که دوست داشتیم انجام دادیم. البته فارغ از این که حالا حمله سپاه به اسرائیل در چه حدی وسیع بوده و آیا خرابی ها در حدی که رسانه های ایرانی مدعی شدن هست وسیع بوده و انتقام سخت گرفته شده یا نه، یا در حدی که رسانه های اسرائیلی اعلام کردن حمله ایران کوچیک بوده و مدعی هستن که از 300 موشک و پهپادی که ایران ارسال کرده 99%شون کنترل شده و آسیبی جدی به جایی وارد نشده، فقط بخشی از پایگاه های نظامی اسرائیل توی خارج از شهرهای اصلی مورد اصابت قرار گرفته که اون هم آسیب خیلی بالایی نداشته. ولی جدا از همه اینها، حداقل ایران در حال حاضر نمیخواد ماجرا رو بیشتر از این کش بده، چون هم هزینه های مالی براش داشته، هم هزینه سیاسی به اون اهدافی هم که از بعد تبلیغاتی مد نظرش بوده رسیده. ولی از طرف دیگه اسرائیل چون تا به حال هیچ وقت سابقه نداشته که گروه یا کشوری بهش حمله بکنه و حمله رو بی پاسخ بذاره و این پاسخ ندادن یه مقدار برای وجهه سیاسی اسرائیل هم بد خواهد شد، احتمال داره که بخواد پاسخی به ایران بده. تو این 60-70 سال اخیر هر بار کشوری به اسرائیل حمله کرده، اسرائیل خودش به تنهایی یا با حمایت کشورهای غربی مثل آمریکا پاسخ تندی به حملات دشمناش داشته. از طرف دیگه حملات ایران به اسرائیل به این شکل برای اولین بار بود که اتفاق افتاده بود و تا به حال سابقه نداشت کشوری اسرائیل رو بمباران هوایی بکنه. قطعا پاسخ به این موضوع توسط اسرائیل اتفاق خواهد افتاد و پاسخش هم قطعا قوی تر از دفعات قبل خواهد بود و در حد حمله به یه ساختمان کنسولگری ایران توی سوریه یا حمله به مستشارای نظامی ایران نخواهد بود. این بار شاید هدفش داخل خاک ایران باشه و اونم بخواد برای اولین بار اقدامی متفاوت بکنه. شاید بخواد پایگاه‌های نظامی ارتش و سپاه که این موشک‌ها ازش پرتاب شدن یا شاید تأسیسات هسته‌ای در نطنز و جاهای دیگر رو مورد اصابت قرار بده. وال استریت ژورنال نشریه معتبر بین‌المللی هم مدعی شده که این حمله توسط اسرائیل احتمال خیلی زیاد در دوشنبه شب، یعنی امشب، اتفاق خواهد افتاد و احتمالاً هدف داخل خاک ایران خواهد. گزارش ها بسیار از احتمال پاسخ اسرائیل، همونطور که گفتیم گزارش وال استریت ژورنال هم حاکی از تصمیم اسرائیل برای پاسخ به حمله به جمهوری اسلامی. این حمله فکر میکنید که در چه سطوحی میتونه انجام بشه؟ پیش از هر چیز این رو لازم میدونم بگم که ببینید، جمهوری اسلامی بعد از واکنش نظامی مستقیم اما نامتناسب و ناهمسنگی که به اقدام اسرائیل نشون داد، واکنشی که از نظر فنی منجر به احیای بازدارندگی برای جمهوری اسلامی نمیشه و نخواهد شد، الان میخواد قضیه همینجا فیصله پیدا بکنه، یعنی اسرائیل پاسخی نده که بعدا جمهوری اسلامی از همین ضعف اسرائیل برای تبلیغات، یعنی اون جنگ روانی رسانه‌ای و تبلیغاتی علیه خود اسرائیل استفاده بکنه. اسرائیل اما به نظر
من از نظر راهبردی و نظامی نیاز داره که پاسخ بده، به احتمال بسیار زیاد پاسخ خواهد داد تا این اسرائیل باشه که در مرحله‌ای که میخواد اون معادله بازدارندگی حل بشه، یعنی در مرحله‌ای که اسرائیل واکنش سوم رو به صورتش غافلگیر کننده نشون بده و جمهوری اسلامی نتونه پاسخ بده. الان گزارش وال استریت ژورنال رو داشتیم، خبرنگار شما اون نکات رو بهش اشاره کرد. من فکر می‌کنم ببینید مسئله اینه که الان ما شاهد یک سیکل تنش یا کنش و واکنش بین اسرائیل و جمهوری اسلامی هستیم. حتی اگر اسرائیل پاسخ نده و جمهوری اسلامی هم وارد درگیری فراگیرتر نشه، اسرائیل این اقدامات خودش رو در راستای دکترین جنگ در میان جنگ‌ها در سوریه و در راستای دکترین اختاپوس در داخل ایران اون عملیات نظامی و اطلاعاتی رو انجام خواهد داد. پس ما دوباره برمیگردیم به این سیکل تنش یا کنش و واکنش توی مرحله‌ای. بنابراین الان فقط یکی از این دو بازیگر میتونه این سیکل تنش رو متوقف کنه و بعد با قدرت هم این کار رو انجام بده که این سیکل قطع بشه. فکر میکنم که اسرائیل با در نظر گرفتن تمامی چالش ها احتمالا میخواد این سیکل تنش رو قطع بکنه. من نمیتونم تصور بکنم که اسرائیل خاکش از طرف جمهوری اسلامی از داخل ایران مورد حمله پهبادی و موشکی قرار بده و پاسخ نده. این پاسخ اسرائیل به چه شکلی باشه؟ من فکر میکنم پاسخ اسرائیل یک واکنش ترکیبی است، شامل اقدامات نظامی و دیپلماتیک. خود اقدام نظامی دو بخش میشه: اقدام حداکثری یعنی زدن مواضع سپاه در داخل خاک ایران، مثلا تاسیسات موشکی و پهبادی، و یا زدن تاسیسات اتمی. چون که وقتی که جمهوری اسلامی اومد حمله کرد به اسرائیل، تابوی حمله به اسرائیل رو شکست. ممکن اسرائیل در یک سناریوی حداکثری بیاد حمله بکنه به تاسیسات اتمی تا تابوی حمله به تاسیسات اتمی رو اسرائیل شکسته باشه. نمیگم این 100% رخ میده، این واکنش حداکثریه. اقدام نظامی متعادل هم میتونه باشه، یعنی هدف قرار دادن مواضع سپاه در کل منطقه و اون اقداماتش در راستای دکترین اختاپوس. اقدام دیپلماتیک یعنی آماده کردن فضا به لحاظ دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی، فعال شدن مکانیزم ماشه و یا اینکه بخوان در واقع سپاه رو اروپایی‌ها تروریستی اعلام بکنه. اما اینکه آمریکا گفته در حمله احتمالی اسرائیل شرکت نمی‌کنه، این چه تأثیری میذاره روی تصمیم اسرائیل؟ ببینید بخشی از این میشه گفت آشوب نسبتاً تمام عیاری که ما تو منطقه خاورمیانه داریم میبینیم و اصلا بحران در عرصه روابط بین الملل، بخشش برمیگرده به همین ضعف دولت بایدن و سیاست مماشاتش با جمهوری اسلامی. بایدن و دولتش در هر شرایطی تو منطقه خاورمیانه به جای رهبری میخوان ریش سفیدی بکنن دائما. این ریش سفیدی و تعامل با جمهوری اسلامی استراتژی نیست، این راهبرد جواب نمیده. مسئله این هستش که الان یک سری اظهاراتی رو مقامات دولت بایدن انجام میدن و این رو به صورت در واقع توی پرس و رسانه ها علنا میگن، یعنی میگن که ما هیچ گونه حمایت نظامی از اقدام اسرائیل نخواهیم کرد. لازم نیست به نظر من این رو آمریکا به عنوان یک بازیگری که در واقع ابرقدرت هست. از طرف دیگه منابع دیگه هم مدعی هستن که اسرائیل همون بامداد یکشنبه که ایران حمله کرد قصد داشته در ساعات اولیه پاسخ ایران رو بده و حتی جلسه ای هم برای جزئیات حمله قرار بوده بین سران ارشد نظامی و سیاسی اسرائیل تشکیل بشه که این جلسه اضطراری اون شب به دلایل نامعلوم کنسل شده و به امروز موکول شده و احتمالاً این جلسه امروز تشکیل شده و باید منتظر باشیم ببینیم تصمیم نهایی اسرائیل چه چیزی، آیا پاسخ ایران رو به صورت دیپلماتیک خواهد داد و یا به صورت نظامی. امیدواریم که اتفاق بدی برای ملت ایران و کشورهای منطقه نیفته و جنگی این وسط شکل نگیره. حتما نظراتتون رو بر ما تو بخش کامنت ها بنویسید، بهمون بگید به نظرتون حمله ایران به اسرائیل کار درستی بوده یا نه. یه دنیا سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون باشه. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو تماشا بکنید.